یک سال پس از کشته شدن مهسا در مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر کجا قرار داریم؟ این عنوان برنامه بود که پنجشنبه ششم مهر ماه با حضور چهره‌های سیاسی، حقوق بشر، هنرمندان و شماری از ایرانیان در مرکز فرهنگی هنری شهر ماینز آلمان برگزار شد. هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، بهروز اسدی، فعال سیاسی، آسو سیوانیاری، آسیب دیده چشمی در اعتراضات سال گذشته، به همراه والریو کروگر از سازمان بین المللی حقوق بشر و کامران صفی‌آریان، مجری ناماشنای شبکه ضدی اف آلمان، به همراه شماری از ایرانیان مخالف حکومت ایران در این برنامه حضور داشتند. از نظر سیاسی کاملا واضح است. سپاه پاسداران مردم خود و کل منطقه را هدف تروریسم قرار می دهد. بنابراین آنها باید در لیست تروریستی قرار بگیرند. اما ما هنوز دو مشکل داریم. اولی، قانونی است که چگونه می توانیم آنها را در لیست قرار دهیم به گونه‌ای که هیچ دادگاهی اساسا نتواند آن را رد کند. در اینجا شاهد تعداد فزاینده‌ای از پرونده‌ها علیه نهادهای وابسته به سپاه پاسداران در اتحادیه اروپا هستیم. بنابراین من فکر می‌کنم داریم پیشرفت می‌کنیم. مشکل دیگر مشکل سیاسی است. متأسفانه بعضی کشورهای عضو اتحادیه اروپا واقعاً نمی‌خواهند سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار دهند. در اینجا برای افزایش فشار بر سپاه نیاز به فشار از سوی جامعه مهاجر و همچنین از سوی کسانی داریم که در حوزه سیاسی فعال هستند. تأثیرات مبارزه یک سال گذشته بسیار مؤثر بود، زیرا که صدای مبارزین داخل ایران ما تلاش کردیم در اینجا انعکاس بدیم و همزمان از دولت مردان، سیاستمداران و سازمان‌هایی که طرفدار حقوق انسان‌ها و حقوق بشر هستند خواستار این شدیم که از مبارزات مردم ایران که کف خیابون هستند دفاع بکنند و مماشعت با رژیم جمهوری اسلامی دست بردارند، زیرا هر گونه مماشعتی در واقع همکاری با نظام جمهوری اسلامی است. اجرای ترانه و پرفورمنس اعتراضی یکی دیگر از برنامه‌هایی بود که شب گذشته اجرا شد. گنجشکک اشیمشی یکی از اجراهایی بود که یاد فرهاد مهراد، خواننده‌ای که زیر تیغ سانسور حکومت برای همیشه خاموش شد، را بار دیگر زنده کرد. ترانه‌ای که در طی یک سال گذشته به مراتب از سوی هنرمندان و معترضان به حکومت ایران اجرا شده است. حکومت ایران اگرچه در طول یک سال گذشته با سرکوب خشونتبار تلاش کرده صدای مخالفان خود را در داخل خفه کند، اما ایرانیان برون مرز همواره در تلاشند امتداد صدای هموطنان خود باشند. سارا دماوندان، صدای آمریکا، آلمان.